Nowruz para todos. Nowruzet Mubarak. Nowruz ki shubhkamnaye. Nowruzet Mubarak. Joyeux Nowruz, les amis. Nowruzet Mubarak. Happy Nowruz. Nowruzet Mubarak. Felice Nowruz a tutti. Nowruzet Mubarak. نوروز برای همه بهایی ها و به خصوص ما ایرانی ها روزی مبارک، چون زمانی برای ایجاد الفت، برای پاک کردن قلب ها از کدورت و پرداختن به محبت، برای تحکیم دوستی ها و به وجود آوردن یگانگی و وحدت. درسته، ما شاید با هم دیگه بزرگ نشدیم، شاید توی شهر زندگی نکردیم و توی یه مدرسه درس نخوندیم، شاید پوستامون یه رنگ نباشه، شاید زبونامون، لهجه هامون، جنسیتمون و سنامون با هم دیگه فرق داشته باشه، شاید هم اعتقاداتمون یکی نباشه، ولی زیر این پوستمون آهنگ تپش قلب هامون یکیه، نفس نیرودهنده به قلب هامون هم از یک هواست و همه یک چیز رو دلمون میخواد: زندگی، رفاه، پرورش استعدادها، صلح، عشق، شادی، امکان خدمت کردن به وطن و عالم بشریت. ما یک وقتی به این دنیا متولد شدیم و یک زمانی هم از این دنیا خواهیم رفت، ولی تا وقتی که اینجا هستیم من یک انسان هستم و فرصت تازه شدن از بهار رو دارم. نوروز میتونه جشنی باشه برای آگاهی به این یکدلی و یکروحی، برای بازگردوندن بهار به لحظه لحظه هامون تو زندگی. به عنوان انسان میدونم که اگر بتونم خدا رو دوست داشته باشم، باید بتونم انسان دیگه ای رو که مخلوق همون خداونده رو دوست بدارم. اگه بتونم انسان دیگه ای رو دوست بدارم، پس به راحتی میتونم خانوادم رو دوست بدارم. اگر خانوادم رو دوست بدارم، پس میتونم دنیامو دوست بدارم. و اگه بتونم دنیا رو دوست بدارم، پس تو رو دوست خواهم داشت. دوستت دارم ای هموطن. نوروزتون مبارک. از سروده های جناب فرهمند مقبل. بهاران است، بهاران است و اینک پاسخی بهر سلام تو،
سلامی همچو جانت گرم و با دستی که گرمای محبت را ز سوی من به تو تقدیم می دارد. ز سوی من به تو تقدیم می دارد. در این گلشن چراغان است، دلت روشن بهاران است، دلت روشن بهاران است. دگر زان ابرهای تیره کوتاه که چون دیوار دلها را جدا می کرد و باقی هستی ما را کریه و بی صفا می کرد، نشان و رهنمایی نیست، ز سرما جای پایی نیست. حضرت عبدالبها درباره نوروز این خطابه رو ایراد کردن: از عادات قدیمه است که هر ملتی از ملل را ایام سرور عمومی است که جمیع ملت در آن روز سرور و شادمانی کنند و اسباب عیش و عشرت فراهم آورند. یعنی یک روز از ایام سنه را که در آن روز واقعه عظیمی و امر جلیلی رخ داده، آن را انتخاب نمایند و در آن روز نهایت سرور، نهایت حبور و نهایت شادمانی ظاهر کنند، دیدن یکدیگر نمایند و اگر چنانچه بین نفوس کدورتی حاصل، در آن روز آشتی کنند و آن اقبرار، یعنی آن در واقع دلگیری و آن دلشکستگی زایل شود، دوباره به الفت و محبت پردازند. چون در روز نوروز از برای ایرانیان امور عظیم واقع شد، لذا ملت ایران یوم نوروز را فیروز دانسته و آن را عید ملی قرار داد. میخوام به تمام هموطنان عزیزم بگم که نوروزتون مبارک و به امید سالهای صلح و وحدت عالم انسانی انشالله که سال خوبی در کنار دوستان و فامیل داشته باشیم. عید شما مبارک. Oh,
新年快乐 ，Happy New Year， 爱你熊妈莫巴拉克。Hello， I'm Mark from Tasmania in Australia. I'd like to wish you all a happy Nowruz. 今日を دوست می دارم چه که بهترین روز خدا。روزهای دیگر نمی سنجم چون که از هر روز دیگر بس جداست امروز را دوست می دارم چه که بهترین روز خداست با روزهای دیگر نمی سنجم چون که از هر روز دیگر بس جداست اجازه میخوام که این نوروز فرخنده و فرارسیدن بهار رو به همه ایرانی ها و به همه بهائیان دنیا تبریک عرض کنم امروز را در قاب زیبای طلایی می نهم امروز را بوسه بر نیلوفر و بر سنبل و گل می دهم هم برایش خوبی می کنم ما که از بودن با شما عزیزان سیر نمیشیم اما وقت تنگ هست و آهنگ مطرب رو به انتها برنامه امروز ما رو به پایان هست امیدوارم که از برنامه نوروزی ما لذت برده باشید خیلی ممنون از شما بینندگان عزیز که در طی این برنامه ها همراه ما بودید میدونم که سالی که گذشت سال سختی بود برای بسیاری از عزیزان ولی امیدوارم که سالی رو که در پیش رو دارید سال بسیار خوبی باشه پر از خیر و برکت و شادی و موفقیت و سلامتی و بیایید دست به دست هم بدیم و فردای بهتر رو برای ایران و همینطور همه دنیا رقم بزنیم هر روزتون نوروز نوروزتون پیروز خدا نگهدار عاشقانه باز دیدارش کنی عاشقانه باز دیدارش کنی آمد نوروز در ایران زمین خاک ما شد رشک فردوس برین بوی نارنج و ترنج و عطر بید میتوان از تربت حافظ شنید باز شد چشم بهاران بر خزر شد صدف ها خانه